میز قهوه خوری، کامپکت دیسکس، دیسکا یا کاست های سی دی، کافی تیبل روی اصطلاح میز قهوه خوری. حالا شما باید هر دو از اینا رو در یک جمله استفاده بکنید، چه حالت مثبت چه حالت منفی، کدام مشکلی نداره. فقط هدف اینه که شما یاد بگیرین طریقه سوالی ساختن جملات همراه با دیاز و دیارا در زبان انگلیسی. چون یک دانه هست میگیم is there a radio on the shelf، آیا در روی مثلا صندوقچه یک رادیو هست، حالا سوال شما تکمیل شد. بوتلز جمعه، پس از دیر آر استفاده میشه. حالت سوالیه آر دیر میگیم آر دیر بوتلز آن ده کافی تیبل، آیا بوتل ها روی میز قهوه خوری هست. کامپکت دیسکس بازم جمع هست، باز از آر دیر باید استفاده بکنن. آر دیر کامپکت دیسکس آن ده کافی تیبل، آیا روی میز قهوه خوری کامپکت دیسک ها هم یا سی دی ها هم موجود هست. به این شکل شما سوال جور میکنن. دیر آر، آر دیر سوالیه و اگه خواستیم منفی بگیم دیر آر نات میگیم. هم دیر از و هم دیر آر اینن میتونن به سوالیه شکل منفی و حالت بیانی استفاده بکنن. اکسرسایز فور، تمرین چهارم. ویر آر ده کمپکت دیسکس، سی دی ها کجا هستن؟ They're on the coffee table. آنها روی میز قهوه خوری هستن. یعنی با سوال پاسخ داده کجا هستن. Where یعنی کجا. Where is the rug؟ قالین کجا هست؟ It's in the living room. در اتاق نشیمن. Answer the questions. حالا شما به سوالات پاسخ بدن. Where is the television؟ تلویزیون کجا هست؟ Where are the glasses؟ آینک ها کجا هستند؟ Where are the books؟ کتاب ها کجا هستند؟ Where is the sofa؟ مبل کجا هست؟ خیلی راحت میتونیم به اینا شما پاسخ بدیم، یا با توجه به تصویر یا بدون تصویر هم میتونیم به اینش پاسخ مثبت یا منفی بدیم. مثلا یک مکان رو بگیم Where is the television؟ تلویزیون کجا هست؟ میگیم The television is on the shelf. تلویزیون روی جعبه هست، روی قفسه هست. Where are the glasses؟ آینک ها کجا هستند؟ The glasses are on the coffee table. آینک ها روی میز قهوه خوری هستند. Where are the books؟ کتاب ها کجا هستند؟ The books are in the shelf. آنها در داخل صندوق هستند، داخل این میزک هستند. Where is the sofa؟ مبل کجا هست؟ It is in the living room. مبل در اتاق نشیمن هست. مبل در اتاق نشیمن هست. Okay? So, in the next lesson, your title is about requests. Request. در زبان انگلیسی شما چطور میتونین درخواست بکنین؟ یا به چه نحوی شما باید درخواست بدین وقتی که ما یک چیزی از کسی بخواین یا یک ریکوستی داشته باشین؟ چطور میانی بیان میکنه به زبان انگلیسی؟ این موضوعی هست که انشالله تی از این جلسه ما رو از این کار میکنیم و به شما میگیم که چطور شما میتونین همراه از این اصطلاح کار بکنین و همین ریکوست ها یا درخواست ها خور به زبان انگلیسی شما چکار بکنین؟ بیان بکنین. اوکی؟ سو See in here we have a conversation، مکالمه داریم در قسمت با توجه به